وزیر خارجه آمریکا پیشتر در عربستان سعودی در ملاقات با ملک سلمان پادشاه آن کشور نیز خواستار همکاری کشورهای جهان برای وضع و اعمال تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران شد. مهدی آرامی گزارش می‌دهد. آقای پامپئو خواستار اقدام هماهنگ بین‌المللی برای متوقف ساختن برنامه موشک بالستیک جمهوری اسلامی ایران شد. مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا در ریاض گفت برای این منظور کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان باید تحریم‌های شدیدتری را علیه افراد و شرکت‌های ایرانی درگیر در برنامه موشکی تهران اعمال کنند. وزیر خارجه آمریکا در عربستان بیان که از قطر نام ببرد، از عربستان سعودی و همسایگانش خواست به تنش با آن کشور پایان دهند، زیرا به گفته او تفرقه در منطقه به تهران فرصت می‌دهد دخالت و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه به ویژه در سوریه و یمن را گسترش دهد. ایران سراسر منطقه را بی‌ثبات می‌کند. از شبه نظامیان نیابتی خود و گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند. ایران دلال تسلیحاتی برای شورشیان حوثی در یمن است و آنها را مسلح می‌کند. ایران فعالیت‌های هک سایبری را هدایت می‌کند. از رژیم جنایتکار اسد در سوریه حمایت می‌کند. برخلاف دولت قبلی در آمریکا، ما تروریسم گسترده ایران را نادیده نخواهیم گرفت. واشنگتن بر این باور است که تنش و محاصره اقتصادی قطر از سوی عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی به وحدت منطقه‌ای و تلاش آمریکا برای مهار گسترش طلبی جمهوری اسلامی ایران آسیب می‌رساند. مایک پامپئو درباره برجام گفت جمهوری اسلامی از زمان امضای این توافق به گسترش فعالیت‌های بی‌ثبات کنندش به ویژه در سوریه و یمن ادامه داده است. از این رو دولت ترامپ خواستار اصلاحاتی در توافق است تا اهرمی باشد برای مهار برنامه موشک بالستیک تهران و توقف فعالیت‌های مخربش در منطقه. آقای پامپئو همچنین گفت دولت ترامپ هنوز تصمیمی برای سرنوشت برجام نگرفته است، اما تأکید کرد آمریکا اجازه نخواهد داد ایران به سلاح اتمی مجهز شود. ایران در واقع بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و ما مصمم هستیم هرگز به سلاح اتمی دست نیابد. آقای پامپئو در ملاقات با سلمان پادشاه عربستان سعودی و دیگر مقام‌های آن کشور بر حمایت و دفاع از عربستان سعودی، اسرائیل و دیگر متحدان منطقه‌ای آمریکا تاکید گذاشت. وزیر خارجه آمریکا ضمن لزوم حمایت جهانی از عربستان سعودی و حق ریاض در دفاع از آن کشور و مرزهایش، راه حل سیاسی را تنها راه برای استقرار ثبات در یمن و پایان دادن به زجر مردم آن کشور خواند. مهدی آرامی، صدای آمریکا.